آقای دکتر یه چیزی هست، من الان میخواستم فارسیش رو پیدا کنم، میشناسیم به اسم کوالیا یا فارسیش رو الان نگاه کردم میشه ماهیت میشه کیفیت ذهنی که من میخوام ببینم این کیفیت ذهنی چجوری میشه توجیهش کرد با فقط زیست و شیمی و دنیای فیزیک و اینا. به نظر مثلا انقدر بشه کیفیت ذهنی، مثلا تجربه‌ای که ما داریم از دیدن مثلا یه رنگ قرمز، خب ما وقتی که ما میایم توی زیست و توی دنیای شیمی و بیوشیمی نگاه میکنیم میبینیم این همش یک اتفاقاتیه که بین نورون هامون داره اتفاق میفته، بین یک عنصرهای مختلفی داره جابجا میشه و هر چی میایم نگاه میکنیم این تجربه‌ای که ما داریم از رنگ قرمز و توی این نورون ها ما نمیبینیم چجوری میشه که حالا اینا باشه. میدونیم که بله این تجربه رنگ قرمز حتما فقط یه اتفاق شیمیایی هست، ولی خیلی توجیهش که سخته که چجوری یک ویژگی های فیزیکی چه رفتی داره با اون تجربه‌ای که ما داریم از دیدن رنگ قرمز. یعنی انقدر تفاوت بین این چیزی رو که ما داریم توجیه میکنیم که تجربه کردن رنگ قرمز چی هست و اون تجربه احساسی که ما میکنیم از دیدن رنگ قرمز، انقدر این تفاوت داره که خیلی برای ما سخته که بتونیم بگیم که این شکاف رو چجوری بیاریم توجیه بکنیم. کاملا ببین کوالیا در واقع نهایت کار 300 هزار ستون قشری هستش که طرح‌های مختلف حسی رو فرایند میکنن. میدونی 300 هزار تا قشر مغز، 300 هزار تا از 300 هزار تا ستون قشری درست شده که هر کدومشون یک میلیمتر قطر دارن و ارتفاعشون هم 2 میلیمتر هستش. اینا هر کدومشون مخصوصا در قشنو از 6 لایه ساخته شدن. این 6 لایه، حالا فکر کنید که رنگ قرمز، رنگ قرمز در سطح داخلی قشر پشت سری یک منطقه هستش که نورون‌هاش به طور طبیعی در اثر فرگشتی که در گیرنده های شبکیه چشم برای اولین بار در میمون ها، حالا پرندگان جدا اونا از اول داشتن، ولی در پستانداران برای اولین بار در میمون ها یه فرگشت ایجاد شده که گیرنده‌ای در چشمشون بوده که تونستن اون طیف مخصوصی که رنگ قرمز در مغز، ادراک رنگ قرمز در مغز ایجاد میکنه، این گیرنده باشه. حالا این گیرنده یک میدان الکتریکی مخصوص خودش میده، یعنی این گیرنده باعث میشه که اون طیفه یه رفتار کوانتومی در پروتئین های کانوپسین که همون رنگ مسئول درک رنگ هستن ایجاد کنن. این موج الکتریکی یک موج الکتریکی هستش که کیفیتش با موج الکتریکی سبز و آبی، یعنی این سه تا رنگ اصلی، فرق داره. حالا فکر کنید که این حالا قرمز خالص هستش، در حالی که اینا میتونن با هم مخلوط شن و تا 10 میلیون رنگ و سایه رو تشخیص بدن از هم. حالا این فقط رنگ خالص قرمز رو در نظر بگیرید، تو این کانوپسینه یک موج الکتریکی ایجاد میکنه که متفاوت هستش با موج الکتریکی که در رنگ سبز ایجاد میشه یا در رنگ آبی ایجاد میشه. حالا این منتقل میشه و تا در 4 جایی که در قشر پشت سری هستش اینا فرایند میشه، در هم ادغام میشه، کم و زیاد میشه، شدت و ضعف پیدا میکنه تا به اون ناحیه میرسه که مسئول به ایجاد اون نمایانگر نهایی کیفیت انتزاعی رنگ قرمز هستش. حالا این منطقه 6 لایه داره. 5 تا لایه اولیش دارای دندریت و نورون و آکسون هستن، ولی هر کدام از این نورون ها بعد از اینکه این رنگ رو و اون موج الکتریکی که از اول آمد اینا رو فرایند کرد، در لایه اولی فقط اینا آکسون میفرستن و آکسون اینا یک میدان الکتریکی ایجاد میکنه که طبیعت طوری میدان الکتریکی رو شکل داده که ما اونو به رنگ قرمز درکش میکنیم.
حالا این چگونگی تبدیل این موج الکتریکی به ادراک باخبری، این مسئله هستش که باید صبر کنیم ببینیم که این میدانهای الکتریکی چطوری هستن. آیا میشه این میدانهای الکتریکی رو که خیلی ظریف هستن، اگر نگاه کنید مثلا از امواج فکر کنید 60 هرتزی درست شدن، حالا اینا رو اگر هر کدام از این موجا رو باش کنیم میبینیم اینا هم از یک موجای دیگه بین 900 تا 1000 هرتزی درست شدن. و این پیچیدگی این میدان الکتریکی که رنگ قرمز رو ایجاد کرده، واقعا هنوز هیچ دستگاهی نیستش که بتونه اینو ثبتش کنه و ضبطش کنه و مقایسش کنه با رنگ سبز. اما اینکه فیزیکی هستش یا نه 100% این هست، به خاطر اینکه اگر یه نفر که نسبتاً شایع هست کوری رنگ قرمز داشته باشه، مردایی هستند که در مردها شایعه چون کوری رنگ قرمز مربوط به کروموزوم X هستش و اگر در یکیش نباشه چون مردها دیگه کروموزوم X اضافه ندارن کوری رنگ میگیرن و در خانم‌ها نادر هستش، ولی اگر از همین جا نباشه دیگه هیچ وقت اون انسانی که کوری رنگ داره نمیتونه نمایانگر قرمزی رو در ذهنش ایجاد کنه، یا اگر سکته ایجاد شه که دو تا سطح داخلی قشر پیشانی قشر پشت سری رو دچار آسیب بکنه، یک اختلالی پیدا میشه که بهش میگن آکروماتوپسیا یا کوررنگی که همه دنیا مثل تلویزیون سیاه‌سفید میشه. پس میرسونه که گرچه ما نمیدونیم چطوری این رنگ این میدان الکتریکی به رنگ قرمز هستش و آیا این که رنگ قرمزی که من میبینم همونه که شما میبینید، گرچه اینا حل نشده اما فیزیکی هستش، به خاطر اینکه هم میتونیم حالا تنها ببین این دیگه فکر میکنن یه علم تازه احتیاج داره که بتونه این میدانهای الکتریکی رو ثبتشون کنه. حالا این در ساده ترین سطح هستش، در سطح‌های پیچیده مثل احساسات ما و اینا این میدان‌های الکتریکی بسیار پیچیده میشن و در هم ادغام میشن و در مراحل در سلسله مراتب فرایند نورونی اینا در هم ادغام میشن و اون نورونی آخری که مثلا خوشایندی از قند و برامون ایجاد میکنه که مشترک بین همه حیوانات، اون مثلا در سطح تحتانی قشر حلقه پیشانی قرار گرفته و میتونیم اونو میتونیم میدان الکتریکیش هم کاملا ثبتش کنیم و ببینیم که مثلا وقتی که یه قند در دهان یک حیوان میذاریم ببینیم که میدان الکتریکیش تفاوتی با محلول نمکی داره. اینا گرچه اون این مرحله آخر رو هنوز علم پیشرفت نکرده و خیلی هم روش دارن کار میکنن، احتمال زیاد باید با مهندسی معکوس اینو ثابت کنن، یعنی این میدانهای الکتریکی رو تشخیصش بدن، بعدن یه دستگاهی بسازن که بتونه اینو ایجاد کنه. بیشباهت هم به همین تلویزیون نیستش. ببینید این دستگاهی که این امواج الکتریکی میاد توی تلویزیونتون بعدن ترکیبشون میکنه از ترکیب سه تا همین رنگ قرمز و آبی و سبز و این تلویزیون رنگی رو به شما نشون میده، کار مغزم در نهایت بسیار پیچیده تر از اون همین هستش. آقای دوگی، مشکلی که هست اینه که خیلی ها نمیتونن قبول کنن که این کاملا فیزیکیه. مثالی که میزنن اینه که خب با همه این توجیهات هم حتی اگه بیایم کاملا حتی چیزایی هم که نمیدونیم اگه بیایم کشف بکنیم که چجوری درسته، شما اگه مثلا مثالی که میزنه اینه که اگه فرض کنین یه نفر کوررنگ باشه و مثلا انگار رنگا رو نتونه ببینه، ولی این شخص اگه بیاد تمام این چیزایی که شما دارین میگی رو مطالعه بکنه و حتی چیزایی هم که کشف نشده رو بیاد مطالعه بکنه و تمام این که سیستمی که مغز چجوری رنگو تشخیص میده و چجوری درک میکنه همه اینا رو ما کشف بکنیم بفهمیم و یک شخصی بتونه همه اینا رو بیاد مطالعه کنه و یاد بگیره، هنوزم این شخص هیچ وقت نمیتونه بفهمه که احساس کردن رنگ قرمز به چه حسی بهش دست میده. یعنی و این نشون میده که من اینو نمیگم الان به کسایی که میگن این ماورای طبیعی این کاملا یک کتاب راجع بهش نوشته شده و داستانشو من کاملا میدونم راجع به
زبان چینی بوده و بعدا این داستان رو از حتما همین کتاب رو خوندن و از همون هم سوال میکنن. راجع به یه نفر بوده که زبان چینی نمیدونسته و وارد یه اتاقش کردن و بهش اطلاعات میدن و ازش میخوان که معنی بده به این چیزا. بله اون آدمی که هرگز به خاطر اینکه مغزش نمیتونه اون میدان الکتریکی رو ایجاد کنه که در مغز من رنگ قرمز رو ایجاد میکنه، در هیچ وقت اون نخواهد تونست درک کنه که رنگ قرمز چی هستش. ببینید الان پرندگان 5 تا گیرنده رنگ دارن، 2 تا التراوایلت یا ماورا بنفش و یه دونه بنفش دیگه ای که ما نداریم. اونا 5 تا رنگ رو تشخیص میدن و اگر نگاه کنید پرنده ها رنگ های مختلفی دارن و از همین طریق همدیگر رو تشخیص میدن و ما هیچ وقت پی نخواهیم برد که اونا چطوری چه ادراک ذهنی دارن. همون مسئله هستش که چالمرز گفت که ما چطوری میتونیم بگیم که در خفاش چی میگذره در مغزش. ما هیچ وقت نمیتونیم اینو درکش کنیم که این میدان الکتریکیه که در مغز من رنگ قرمز رو میده اون و در مغز یک کسی که کوری رنگ قرمز داره سیاه دیده میشه، اون کوری رنگ قرمز هرگز نمیتونه تصور کنه که این رنگ قرمز در مغز من چه ادراکی ایجاد میکنه. همینجور که ما نمیتونیم به مغز پرندگان و چالمرز هم نمیتونه به مغز یه خفاش پی ببره. اینا سابجکتیو هستن، سابجکتیو یعنی چیزی مخصوص آدم خودش هستن و اینا فقط ما میتونیم بگیم فیزیکی هستن و زیربناشون کاملا امواج الکتریکی هستش، جاشون هم در مغز هستش و توانشون برای اینکه اینا به آگاهی برسن یک توان بالقوه‌ای هستش که طی فرگشت ایجاد شده و تا این حد میتونیم پیش بریم. ولی چگونه اون موج الکتریکی که رنگ قرمز رو ایجاد میکنه و مطمئناً متفاوت با رنگ سبز و آبی هستش، چطوری اینا این باخبره رو ایجاد میکنن، این کیفیت رو ایجاد میکنن، این مسئله هستش که همه معتقدن 100 تا 200 سال دیگه طول خواهد کشید که بتونن مسئله رو حلش کنن، ولی در فیزیکی بودنشون هیچ شکی نیستش.